توافق امارات و اسرائیل حسابی روی رابطه ایران و امارات سایه انداخته دیروز امارات متحده عربی کاردار ایران رو در ابوظبی احضار کرد دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم گفته تهدید مقامات حکومت ایران علیه امارات در تزاد با به گفته او هنجارهای دیپلماتیکه. عادی سازی روابط بین امارات متحده عربی و اسرائیل به نظر حکومت ایران رو به جد نگران کرده دو کشوری که نقش موثری در منطقه دارن حالا با هم رابطه سیاسی هم برقرار میکنن و این یعنی حکومت ایران امنیت خودش رو در خلیج فارس در خطر می‌بینه. حالا ببینیم برقراری رابطه بین این دو کشور یعنی چه؟ اسرائیل به زودی در امارات متحده عربی سفارت خواهد داشت و با این کشور درباره مسائل مختلف سیاسی می‌تونه همکاری و رایزنی کنه. حالا دیگه نه تنها پشت پرده که خیلی رسمی می‌تونه به بلند پروازی‌های علمی و فرهنگی و اقتصادی امارات کمک کنه. و شاید از همه بدتر برای جمهوری اسلامی میتونه همکاری های نظامی و امنیتی هم با امارات داشته باشه ممکنه حتی به امارات تسلیحات بده یا در زمینه نظامی بهش کمک کنه مثلا با دادن سیستم گنبد آهنین میتونن با هم میتونن با هم دیگه در منطقه مانور نظامی داشته باشن همه اینها یعنی اینکه اسرائیل میتونه یه بار دیگه بعد از انقلاب اسلامی در ایران این دفعه از طریق امارات به منطقه برگرده امارات هم میتونه یک متحد قوی برای خودش در منطقه دست و پا کنه اسرائیل به مرزهای دشمن مهمش یعنی حکومت جمهوری اسلامی هم نزدیک میشه شاید برای همینه که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگه دیگه به امارات جور دیگری نگاه میکنیم